محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران از تصمیم روسیه در تعلیق قرارداد فروش موشک‌های S-300 به ایران به شدت انتقاد کرد. او در سخنرانی خود در شهر بوجنورد دولت روسیه را به پیروی از آمریکا متهم کرد. آقای احمدی نژاد همچنین گفت اگر روسیه به تعهد خود عمل نکند، ایران خسارت خود را از این کشور طلب خواهد کرد. بعضی افرادی که تحت تاثیر شیطانند فکر کردند اگر بعضی قراردادهای دفاعی که با ما دارند یک طرفه و البته غیر قانونی اونو متوقف کنن یا ملغا کنن، به ملت ایران آسیبی وارد خواهد شد. برن ما رو به دشمنان ما بفروشن قراردادی که پولش رو گرفتن، اون قرارداد رو یک طرفه متوقف کنن. من میخوام از زبان شما بگم اولا اون قراردادها معتبر است، باید اجرا بکنن. اگر نکنن ملت ایران حقوق خودش را، خسارت‌های وارده و جرائم را از اونها خواهد گرفت. محمود احمدی نژاد بود، رئیس جمهوری ایران. حتما داره. و یک آقایی هم پیدا شد در تلویزیون ایران که نگذاشت و نبرداشت و گفت زبان بهشت عربیه و زبان جهنم همین زبانیه که ما صحبت میکنیم. اهل بهشت به هر زبانی باشن زبانشون به عربی برمیگرده. بله. و همین خاطر هم تلقینا رو عربی میخونن. بنابر اینه که این اهل بهشت میفهمه. و حتی عرب اگه اهل جهنم باشه زبانش به عجم برمیگرده. بله. حتی توی جهنم هیچ سخن عربی رد و بدل نمیشه. همش عجم زبان غیر عربه. و تو بهشت هم کلا عربی حرف میزنن. یعنی اهل بهشت از اینجا به بعد همش عربی است. چون من بلدم. بله. بعد اون آقای مجری میگه آخ جون من بلدم، یعنی من عربی خوب بلدم، عربی خوب زدم تو کنکور و اینا و نیاز به مترجم ندارم، من توی بهشت که میخوام برم در آینده. زبان بهشت عربی است، جهنم عجمی. این شد حرف، این شد منطق. اولا این بحث عرب عجم کردن خودش نجات پرستان است آقای محترم. بعدش هم اینا رو کی از بهشت و جهنم برای شما پیغام میاره میایین تو تلویزیون به خورد مردم میدین؟ حالا ما که عربی بلد نیستیم، حالا من یه ذره باز عربی خوندم، اون هیچی عربی بلد نیست اونجا نشسته. خلاص تکلیفمون چیه واقعا؟ واقعا واقعا تکلیف ما که عربی بلد نیستیم چی میشه؟ علام سهل، علام سهل، اهلا وسهلا، 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 يا اهلا ب اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، اهلا، اهلا وسهلا، 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 اهلا وسهلا 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 شماها فارسی حرف میزنید؟ اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، به جان خودم اهلا، اهلا به جان خودت میری به جهنم. اهلا 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 وسهلا. اوکی تو خودت بدتر از اونی، خراب کردی دیگه بابا. من همش من همیشه من خراب نمیکنم، تو کتاب خراب میکنی. ما فهمید دیگه، دیگه از کارش میتونی بگیری. بروی به جهنم. اهلا وسهلا ها، نه اهلا وسهلا، اه خلاص کامیز حسینی اهلا وسهلا. غلط کرد. بپرم الان؟
اهل 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 نمیشه کریم باشی نپریم ما؟ ما جباریم الان بپر اهل مستهل درد بی درمان بپر تو بگو بش گفتن ما بیایم جهنم اینجا آدرس درسته؟ فارسی بلدیم؟ کی این؟ کی من؟ داریم فارسی حرف میزنیم باید آیه محترم تازه اگه تلویزیون دیده باشیم بخش فارسی هم کار میکنیم فارسی باید فارسی بلدم بیا برین تو همین الان بشه فردا بیایم اول میشه این بره تو برو تو حالا برو من میام برو من میام تعارف که نداری برو من میام برو هایجا کار دارم برو کاری دارم یک شب آتش در نیست بال اینجا هیچ فرق از این خوشم نمیاد. خوردی بخور. اینجا وجود داشت. بس می. او 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 هی. بهم زنگ بزن. تلفنم آوردم. تکست مسیج میتونیم شاید بفرستیم. زنگ بزن عرب بیارم. الو. میگن اگه اون گوشه وایسی ممکنه اینجوری وایسی میگیره با خواستی تو جهنم نمیدونم تا آخر اون رو اومدم چی وایسی اینجا؟ اون آتیش؟ آقا دروغ در جان من یه چند لحظه به حرفای کارشناس مملکتمون با دقت گوش بدین من همیشه اینو میگم به دوستان دانشجو میگم فرض کنید یه پاتولوژیست ما یه انسان شریف میشینه مدفوع ادرار مردم رو در طول 30 سال کارش آنالیز میکنه ببینه بیمارش چیه ما چطور نباید محصولات فرهنگی رو آنالیز کنیم و واهمه داشته باشیم پاتولوژیست های فرهنگی و اخلاقی ما کجان به این خاطر این یک نکته است که زنای ذهنی حاصل این سریال است. برای فرد مجرد منتج میشه به این که به خود ارضایی جنسی بیانجامه و این وقتی شیوع پیدا کرد اختلالات روانتنی ضعف تحصیلی، ضعف اخلاقی، پرخاشگری حد اقلایی است که اون نوجوان جوان ما رو میگیره و این وضعیت نابسامان اخلاقی که تو جامعه هست بعد یقه نیروی انتظامی و سیستم قضایی رو میگیری بعد دوستان مدیریت اجراییمون هم میگن آقا اینا به ما ربطی نداره ها اینایی که تو خیابون انجام میشه به ما ربطی نداره آقا بس به کی ربط داره شما تو سیستم فرهنگی باید اینو اصلاح کنید. آقای عباسی شما اول پاشو خودت برو اون ذهنتو بده به اون پاتولوژیست به قول خودت یه ذره تجزیه تحلیلش بکنه که خیلی منحرفی. فکر می‌کنی هر مثل خودت بدبخت دختر نیدن حتما شبا میشینی سریال چیه؟ تلسم زیباست چیه با اون خانم لولا میری توی عالم هپروت و رویا و اینا دیگه. والا به خدا میگم به دوستان دانشجو میگم فرض کنید یه پاتولوژیست ما یه انسان شریف میشینه مدفوع ادرار مردم رو در طول 30 سال کارش آنالیز میکنه ببینه بیمار باست خود تو انداختی جلی دوربین این عشق دوربین آخر سر کار دستت میده ها اتفاقا من باید تو این قسمت برنامه باشم تفسیر خبر کار هر کسی که نیستش سطح این قسمت برنامه خیلی بالاست خب، البته اگه تو بذاری خنگلی، اینقدر حرف نزن، برنامه شروع شده تو هم میخوای مثل این بشی؟ آقای عابدی، سلام به شما خود فیلم کنفرانس مطبوعاتی رو دیدی که چی میگه؟ این پسر کوچیک ما وقتی خیلی کوچولو بود ما میبادیم شب خونه به ما گفت بابا مگه من به تو قول ندادم که تو منو ببری بیرون
بیا دیدی اونجوری نگفته. دینشو در ادامه در پاسخ به اینکه آیا قصد پیگیری حقوقی ندارید با خنده گفت حالا پیگیری حقوقی بکنیم بالاخره از این رئیس قوه، از کدوم رئیس قوه به کدوم رئیس قوه شکایت کن. آقا ما رو به دردسر نندازه. خب راست میگه دیگه بنده خدا این دفعه رو